درود فراوا میفرستم به همه شما همیهنان عزیز خیلی سپاسگزار که برنامه های خودتون رو دنبال میکنید امروز مهمون ویژه ای داریم جناب آقای مهندس محمد ندیمی در خدمتشون هستیم خیلی خوش اومدید جناب ندیمی و برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم بسیار سپاسگزارم اگه صحبتی با بینندگان عزیزمون دارید و برای مقدمه صحبتی دارید بفرمایید که بریم سر طرح سوال درود بر شما عرض ادب و احترام خدمت تمام بینندگان شما و خوشحالم در خدمتون هستم بفرمایید شروع کنیم خیلی سپاسگزارم خب جناب ندیمی با توجه داشتن به مناقشات اخیر روسیه و اوکراین و تحریم هایی که غرب اعمال کرده بر روی روسیه به نوعی دب، به, به نوعی به سمت منزوی کردن روسیه داره حرکت میکنه غرب و ما این مطالب رو میدونیم که روسیه روزانه 11 میلیون بشکه نفت خام تولید داره 5 میلیون بشکه رو صادر میکنه 3 میلیون بشکه میانات نفتی و گازی رو به اروپا صادر میکنه و اروپا نیمی از صادرات خودش رو در واقع 26 درصد مشخصا از روسیه در واقع دریافت میکنه حالا چقدر کشورهای غربی قادر خواهند بود با توجه به این موضوع قیمت نفت رو کنترل کنن با توجه به اینکه قیمت نفت الان بالای 127 دلاره بفهمید سوال خوبیه دو تا دریچه رو باید باز کنیم یکی این هستش که اساسا هم نفت هم گازی که وارد اروپا میشه از طریق روسیه غیر قابل جایگزینی هست این نکته متفاوت است از کاهش دادن قیمت ها به این معلفه ای کاهش دادن قیمت ها رو ما میتونیم به سال 2014 برگردیم سال 2014 تو همین فضای توافقات برجامی تو اون مختر نفت تا 110 دلار هم رفت خب عربستان اومد تو اون فضا هم فروش نفتش رو ارزان کرد با فشاری که آمریکا بهشون آورد هم به شدت افزایش تولید رو ایجاد کرد کمی هم فضای سیاسی تاثیرگذاری سیاسی برجام اون سالها باز شد که نفت به یک باره 57 درصد کاهش قیمت داشته باشه بیاد رو 40 دلار یعنی این نکته خیلی مهمه تو اون فضا از ده دلار به 40 دلار اما نکته ای که هست اینه تا چه میزان میتونن جایگزین کنن حامل های انرژی رو به اروپا این کار سخته این کار در رابطه با مباحث گازی به نظر میرسه که نشدنی هست تمام این سالها روسیه تمام رو به کار گرفت تا میزان افزایش و ورود گازش به اروپا رو تشدید کنه تنها سلاحی که در واقع آقای پوتین به خوبی اون رو میشناخت و انجام میداد همین افزایش ورودی گاز به اروپا بود بیش از 40 درصد نزدیک به 170 میلیارد متر مکعب و این فضا باعث میشد که نیازهای اروپا و وابستگی اروپا تو این حوزه به روسیه به شدت افزایش پیدا کنه و این غیر قابل جایگزینه ما یه مقوله رو باید تا حوزه نفتی گازی در نظر داشته باشیم عمده کشورها در سقف استخراج نفتی و گازی خودشون هستن به جز ایران این نکته نکته خیلی مهمیه توی مقطع کنی چون به نظر میرسه که تو بخش گاز و تو بخش نفت اروپا کاملا چشم امیدش به ایران هست هم تو بخش کاهش حاملهای انرژی هم تو بخش بخشی از ورود نفت و گاز ایران به اروپا اما جایگزین روسیه نخواهد شد این میزان گازی که از روسیه به اروپا میاد چند تا مؤلفه داشت رضای عزیز ابتدا اینکه پوتین با یه سیاست خیلی زیرکانه گاز و خیلی ارزان به اروپا میداد یعنی تو همون مقطعی که این تنش ها شروع نشده بود و گاز در واقع یک روند عادی داشت شما هر هزار متر مکعب گاز روسیه رو می‌خریدید 270 دلار خیلی پایینه مثلا هلند هزار دلار و 27 سنت میداد این تفاوت فاحشیه یاد اگر نگاه کنید زمانی که تو اون مقطع جمهور سربستان رفت به روسیه آقای ووچیت یک توافق گازی با روسیه داشت توافقات گازی هم دوستان من عنوان کنم دراز مدت هست مثلا توافق سال 2013 که روسیه و چین بستن بیش از 40 سال هست یعنی زمانبر هست آقای ووچیت یک توافق گازی داشت با روسیه سربستان 270 دلار بر هر هزار متر مکعب و این به قدری برای سربستان ایدال بود که جشن ملی گرفتن تو اون فضا تو اون سالها و تو اون روزها این, این فضاییه که اگر گاز مثلا مای ما آمریکا به اروپا برسه یا همینطور بخشی از این گاز و قطر یا حتی ایران به سمت اروپا ببرن جایگزین مناسبی نیست در واقع اون گازی که داره میاد برای این هستش که اینها بتونن کمی از مشکلاتشون رو برطرف کنن اما در چندین برابر قیمت خواهد بود و آسیب های جدی میزنه بخشی از این گاز مصارف خانگی عمده این گاز میره به سمت پالایشگاه شما حساب کنید مثلا آلمان صنعت کشور اروپا فرانسه سوم کشور هست حالا باید با چینی رقابت کنن که طی اون توافقات گازی 400 میلیارد دلاری داره گاز رو بر اساس همین 270 دلار بر هر هزار متر مکعب میخره و اساسا تولیدات اینا همی... یارای رقابت با داده چین نیست شرایط بسیار پیچیده ای هست گزینه های اروپا به شدت محدود هست تنها گزینه ایران هست تنها گزینه هم برای آمریکا هم برای اروپا که بهش خواهیم پرداخت بله پیرو فرمایشات شما خواستم اضافه کنم که الان هنوز تحریم نفتی توسط غرب اعمال نشده به روی روسیه ولی صادرات روسیه رو میبینیم که به شدت کاهش را یافته و به نصف رسیده تقریبا و از طرفی دیگر کشورهای اروپایی توان این تحریما رو ندارن یعنی به اقتصاد خودشون داره ضربه میخوره الان اقتصاد مجارستان و کشورهایی که وابسته به گاز روسیه و انرژی روسیه هستن نخست وزیر مجارستان آقای ویکتور اوربان اعلام کرد که گفت ما اصلا نمیتونیم در رابطه با تحریم روسیه بخوایم اینا رو هماهنگی خودمون رو نشون بدیم با اتحادیه اروپا به دلیل اینکه به پول ملی و اقتصاد مجارستان که اقتصاد ضعیفی هم هست عموما کشورهای شرق اروپا اقتصادهای ضعیفی و ازش بهره میبرند و اینجور تحریم ها و اینجور بازی های سیاسی بین دو بلوک قدرت باعث ضربه زدن به اقتصاد ملی و پول ملی کشورهای شرق اروپایی میشه بله بخواستم در موضوع بعدی که بهش بپردازیم حالا اینجا نقش ایران آیا اگر اروپایی ها به سمت ایران بیان آیا روابط روسی و ایران به سمت تیر و تار شدن میره و آیا بخواد روسیه مثلا میتونه در مذاکرات برجام سنگ کنه یا بر روی به ایران بخواد یه خیانتی بکنه چون خیلی ها نگران این هستن که اگر اروپا و غرب به سمت خرید گاز از ایران بیان احتمالا روسیه که همپیمان ایران هست روابطش با ایران به سمت تاریکی بره و این موضوع برای روسها قابل قبول نیست نظر شما چیه و چه ارزیابی از این موضوع دارید؟ قبلش اجازه میخوام راجع به بخش اول صحبتاتون اتحادیه اروپا نکاتی رو اضافه کنم خواهش میکنم. که میتونه برای بینندگان و شنوندگان عزیزمون جالب باشه اتحادیه اروپا چند تا معلفه داره که الزام آوره مثل قوانین شیلات، مثل گمرکات، مثل عرض واحد اما یک نقطه ضعف بسیار بزرگ داره که در زمان تنش خودشون نشون میده تو بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا الزام نیست یعنی طور نیست که اتحادیه اروپا یک سیاست خارجی رو در نظر بگیره و همه کشورها ملزم باشن از اون تبعیت کنن این در زمانی که فضا تنشمند نیست متفاوت با زمانی که تنشمنده حالا شما کشورهای اروپایی رو دارید که با درگیری روسیه با اوکراین بعضی از این کشورها از بعد ژئوپلیتیکی و مرزها به شدت ناامن هستند باز بازدارندگی ندارن مرزها مسطحه و بعضی از اینها از بود صنعتی و تجاری از آسیب پذیرن بعضی از اینها مثل همون فنلاندی که عنوان کردید 94 درصد انرژی گازش از روسیه میگیره به شدت آسیب میبینن پس شما تو یک فرایندی از اتحادیه اروپا قرار دارید که هرچی میزان فشار و افزایش عامل انرژی و کاهش ورودی گاز به اروپا بیشتر میشه کشورها میزان تاباوریشون کاهش پیدا میکنه و اینجا شما نهایتا یک فرایندی خواهید دید که یا باید منجر به یک درگیری گسترده بشه یا باید بره به سمت اطلاف های چند گانه کشورهایی که بیشتر آسیب میبینن به احتمال زیاد تو این فضای تاباوری نتونن و فضای سیاست خارجی خودشون رو که از اتحادی اروپا الزام آورد نیست و میتونن منافع ملی خودشون رو در انظر بگیرن ممکن هست اتحادی اروپا به سمت چند شدن و چند پاره شدن بره این خیلی جدیه اما در با ایران ببینید مسئله اینجا هستش که ما بخش برجاممون با تنشهای امروز روسیه و اروپا و آمریکا همزمان شده نکات بسیار مهمی داخلش هست بیاید اول ببینیم شرایط آمریکا، اروپا و روسیه و چین به چه شکله بعد بپردازیم به ایران آمریکا خودش کشور تولید کننده نفته اما میزان مصرف بسیار بالایی داره شما میبینید که الان وضعیت بنزین از در واقع توی بخش قیمت گذاری توی ایالت های مختلف گالونی بین چهار تا شیش حتی بخش تا هشت دلار هم افزایش پیدا کرده شما همزمان میبینید که چین داره به تایوان فشار میاره تا 100 کیلومتری تایوان هم اومدن رزمایش که انجام میدن میکروچیپ و بخش هایتک که بخشش در تایوان هست به شدت افزایش قیمت داشته همزمان که حامل انرژی داره تو آمریکا گرون میشه خودرو هم داره گرون میشه من رصد میدانه میکردم ماشین بسیار ارزان که چهار هزار دلار بود الان بین هفت و هشت هزار دلاره پس شما میبینید که چه تأثیری داره در آمریکا قرار میده این آمریکا هم سیستمش نظام سرمایهداری هست این فضا فضای متفاوتیه و این فضایی که در میزان تاب مردم کاهش پیدا میکنه دیدید که سناتور منندز عنوان کرد بیش از هفتاد درصد مردم آمریکا زیر هزار دلار ذخیره مالیشون هست پس اندازشون هست و این فضا به هیچ عنوان نمیتونه در امتدادش مردم آمریکا رو تو یک مسیر کنونی نگه داره موج اعتراضات بیشتر خواهد شد نکته اول اینجا توی اروپا ما همین شرایط رو به شدت میبینیم یعنی شما اروپایی رو شاهد هستید که میزان تحریم رو بر روسیه داره انجام میده اما اصل تحریم بر این قرار داره که تحریم کننده کمترین آسیب رو ببینه و تحریم شونده بیشترین آسیب اما این معکوس شده میزان تحریم هایی که اروپا بر روسیه اعمال میکنه برمیگرده این فشار به خود اروپا مثلا افت سهام بانک های روسیه رو خیلی از دوستان در نظر داشته باشند بیش از پنجاه با نزدیک به پنجاه درصد این بانک ها شاید سهامشون برای روسیه باشه اما پنجاه درصد دیگه در واقع تجار و سرمایه گذاران خارجی هستند که به شدت آسیب میبینند در کنار شما میبینید که اه چین اه به خوبی همگون با روسیه اومده به سمتی که برای امروز آماده شده بیش از پنجاه درصد گندم برنج ذرت و اقلام کشاورزی رو با اون 310 تا سیلویی که توی بندر دالیان زده و انبار کرده بیش از پنجاه درصد اقلام کشاورزی دنیا رو حالا شما یک روسیه ای دارید که بزرگترین صادر کننده گندمه یک اوکراینی هم که دارید پنجمین صادر کننده است این فضا این فضایی که اروپا به زودی شاهد مشتلات بسیار زیادی خواهد بود حالا اینجا ایران چه نقشی داره شما یک فرایند همسوی روسیه و چین رو دارید که ابزارهای غرب و با درک درست برای امروز اینا رو جمع کردن اینها رو به عنوان نقطه قوت خودشون قرار دادن یه نکته من امروز بهش برخوردم خیلی جالب بود بین ده درصد روسیه میزان یوان در واقع بانک مرکزیش رو افزایش داده یعنی یک چهارم یوان دنیا الان توی روسیه هست همینطور تلای زیادی رو ذخیره کرده یکی از صادر کننده این طلا رو در واقع برده به سمتی که صادراتش رو قطع کرده از طرفی از مردمش خواسته اون 20 درصد مالیات ارزش افزوده بر طلا رو برداشته دارن میرن به سمت یک جنگ دلاری گسترده و کاملا هدفمند اما ایران ایران چه نقشی داره ایران در حوزه شرق هست ما توافق 25 ساله با چین داشتیم توافق 20 ساله هم به زودی با روسیه بر امضا بشه سطح شرکت راهبردیمون از سوریه شروع شد در بخش قفقاز کاملا همسو بودیم توافقاتی که کشور آسیای میانه با ما داشتن یک به یک 13 14 کشور با ما وارد توافق شدن ما ما تو حوزه شرق هستیم سیاستمون با غرب نیست چرخش سیاسی داشتیم اما نکته اینجاست که دو معلفه میتونه برای روسیه خطرناک باشه یکی <تصفح> تنها کشوری که میتونه زخایر نفتیشو و استخراجش رو بیشتر کنه و بازار بده ما تا 4.5 میلیون بشکه الان میتونیم این کارو انجام بدیم حالا در, واقع ما اون آماری که به صورت غیر موثق هست ما دو میلیون و هزار بشکه نفت رو به پالاشگاه میدیم یک میلیون و پونسه هزار میفروشیم ما تا م... میتونیم تا دو میلیون بشکه دیگه هم افزایش بدیم نیمی از صادرات نفت روسیه رو میتونیم جایگزین کنیم این خیلی مؤلفه مهمی هست ونزوئلا هم در امتدادش که آمریکایا به شدت تمایل داره اتفاق بیفته برای روسیه این مفید نیست میتونه کمی با فضای بود روانی برجام هم و همینطور افزایش این ورودی نفت ما و همینطور عنوان میشه ما هفتاد میلیون بشکه نفت استراتژیک داریم که به یکباره میتونیم آزاد کنیم میتونه همون اتفاق سال 2014 رقم بزنه یعنی کاری که عربستان کرد هم میزان استخراجش رو زیاد کرد نفت و ریخت تو بازار هم خودش ارزون فروخت یعنی از 110 دلار رسید به 40 دلار اونم زعف دو روز این این فضایی که ابزار روسیه رو به غرب و آمریکا کاهش میده بله. همینطور یه نکته دیگه هم برای اینکه طولانی نشه کوتاه بگم تو بخش بعدی هم میشه ادامه داد یه نکته دیگه هم از روزها از بخش شرق مرزهاشون بندر ولادی وستوک با ژاپنی همسایه هستند که در واقع مورد مناقشه جزایر کوریل هست با روسیه پایگاه های آمریکایی از چل هزار نیرو اونجا هست از بخش شمال و شمال شرق اروپا رو داریم که داریم میره به سمت بستن خطوط هوایی تحریم ها و از غرب به دریای سیاه نزدیک یونان و ترکیه رو داریم که خب جزی از ناتو جنوب جنوب روسیه هستش که ایران تونست این فضا رو از دست سنتکام آمریکا در بیاره تا خود شامات و مدیترانه ایران بود امنیت سندکام رو کامل معکوس کرد و این یک شریان تنفسی بی برای روسیه است که غیر قابل تحریم بشه ما میتونیم اتصال چین آسیای میانه به ایران و روسیه همینطور شامات رو ایجاد کنیم و این فضایی که روسیه کاملا از اون تحریم های اروپا و آمریکا میتونه در بره و با اون توافقات غیر دلاری یا سویفتی که چین ایجاد کنه و به یکباره کشورهای آسیا غربی آسیا میان بهش بپر... بپیوندن کار آمریکا بسیار سخت خواهد شد این اما اما یه نکته داره ما در برجام هستیم و منافعی داریم نزدیک به 200 میلیارد دلار عنوان میشه پول ما اونجا هست فنهای درشتی میتونیم بگیریم مقطع مخته... حساسیه همینطور میتونیم مباحث خیلی کمی هم به آمریکا پو هم بدیم چون آمریکا هستش که به ما نیاز داره و ما نیاز زیادی به آمریکا نریم ما قبل اینکه وارد مذاکرات وین بشیم چهارده کشور همسایه با ما وارد توافقات تجاری شدن کریدور جنوب به شمال ما این امکان رو میده که با ظرف چند روز این کالا به اروپا بره و تمام منطقه ما تو سلسله شبکه راهی متصل بشن و یک همگونی ایجاد شده و اساسا کشور منطقه ما چون ابزار آمریکا معکوس شده و تسلطشون به ساختار سیاسی کشور منطقه ما کاش پیدا کرده اومدن به سمت همگونی این مواردی هستش که خب ایران بعد رفت مذاکرات برجامی و میتونه بسیار پوانهای کمی بده اما پوانهای درشتی بگیره باید ببینیم که ایران چه تصمیمی میگیره میشه راجع صحبت کرد بله علیرغم ظاهر سازی که رسانه ها انجام میدن برای مدیریت بحران یا حالا پروپاگاندا و ساختار پروپاگاندای صهیونیستا داره القا میکنه در پشت پرده در ظاهر دارن میگن که ایران و روسیه به سمت مناقشه دارن حرکت میکنن ولی در پشت پرده ظاهرا با توجه به صحبت های شما قراردادهایی هم نوشتهش و نقشه را رو با هم دیگه ترسیم کردن خب جناب ندیمی از موضوع اقتصاد بیایم بیرون و بپردازیم به این که آمریکا و اروپا قصد دارن در جنگ اوکراین روسیه رو در باطلاق اوکراین اسیر کنن و تا اینجام که مشخصه ولادیمیر پوتین به خواسته های خودش که تسخیر کیف در چند روز و هفته اول بود نرسیده و در روز دوازدهم جنگ هستیم از طرفی آمریکا و غرب رو میبینیم که 17 هزار سلاح موشک انداز جاولین و استینگر در واقع به اوکراینیا اهدا کردن در عرض یک هفته از طرفی میبینیم که از کشورهای مختلفی ممانند برزیل، انگلیس، کرواسی و کشورهای دیگه داره نیروها و شبه نظامیان وارد اوکراین میشن بر علیه روسیه فعالیت کنن و اروپا و غرب دارن به سمت روی کرد جنگ های فرسایشی و جنگ های شهری میرن و دست به دامن تروریست های جهان میشن حالا با توجه به اینکه ایران در این نوع جنگ ها حرف اول رو میزنه در عراق و سوریه و مبارزه با داعش ما دیدیم که ایرانی ها حرف اول رو میزنن در جنگ های چیریکی در جنگهای شهری آیا در بروز در صورت بروز جنگ شهری و فرسایشی روسیه به کمک ایران نیاز داره یا آیا از مستشاران ایران استفاده خواهد کرد در مقابله با نیروهایی که در اوکراین آماده شدن اینم باید در نظر داشته باشیم که خانم هیلاری کلینتون و غرب در سر می که به مانند اون استراتژی که در مقابل شوروی سابق در افغانستان انجام دادن و گروه های تروریستی ایجاد کردن القاعده و گروه های مختلف دیگر رو برای مبارزه با شوروی ایجاد کردن الان هم دارن نئونازی ها رو در اوکراین سر کار میارن و براشون مهم نیستش که آینده اوکراین چی میشه حالا این سوال مطرحه که آیا روسیه به کمک ایران نیاز داره در این جنگ آیا میتونه استفاده هایی داشته باشه و آیا اصلا آمریکا و اروپا میتونن اوکراین رو در باطلاق در واقع روسیه رو در اوکر... باطلاغ اوکراین اسیر کنن بذارید از چند دریچه بهش بپردازید وقتی میگیم اروپا و این اروپا یک اروپا واحد نیست در جنگ زمانبر چه اتفاق خواهد افتاد ببینید روسیه در اوکراین در لهستان هر دوی اینها کشورهایی هستند که بافرزونن ضربگیر در مقابل روسیه هستند نسبت به اروپا یعنی این مساحت کم طی مسافت خیلی کمی که میتونن برسن به کشورهای بعدی اون ویزای شنگن بخاطر همینه دیگه کشورهای کوچکی که قرار دارن و اساساً ممکنه بین 500 تا 600 کیلومتر شما از انتهای مرزی اوکراین وارد لهستان و در نهایت به مرز آلمان برسید تو چنین ساختاری بعضی از کشورهای اروپایی اه اه توی فضای درگیری فضای تنش آسیب پندی مثل آلمان شما جنگ جهانی دوم رو نگاه کنید آلمان هیتلر اومد به سمت اینکه با لهستان اعتراف کنه بر سر اوکراین توافق نشد بعد با شوروی توافق کرد بر سر لهستان آلمان اومد داخل لهستان مرزها مسطح بود به قدر این پیشروی سریع بود که اون اعتلاف بین آلمان و شوروی منجب درگیری شد یعنی این بافرزون ها و زربگیر خیلی نقش مهم دارند حضور روسیه در لهستان و اوکراین یعنی تسلط به بخش عمده از اروپا این یک نکته مهمه بله. پس ببینید برای بعضی از این کشورها فضای صلح و شاید کمی عقب کشیدن ناتو بسیاری دال باشه فرانسه و آلمان خیلی سعی کردن این کارو بکنن اما نتونستن برای بعضی از کشورها مثل بریتانیا متفاوته هرچی زمان درگیری بیشتر میشه بریتانیا نفت و گاز داره دیگه تو بخش اسکاتلندش میادون نفتی گازی داره البته که مقداری از نیازش رو از, بازارها باید تهیه کنه ولی آسیب پذیری کمتری داره توی فضای بریتانیا برای بریتانیا که از اتحادیه اروپا خارج شده و شرقی که داره رشد میکنه مطلوب هستش که حوزه اوراسیای اروپا این وقتی میگیم اوراسیای یا اروپا یعنی اون جا دعب شمه قدیل ما در نظر بگید انتهاش میرسید به غرب فرانسه نه. فرانسه، آلمان، این کشورها جزو اوراسیا بودن این, این فضایی که خیلی باش مطلوب فرسوده بشن وارد درگیری بشن، درگیری درازمدت مدت باشه و این فضا کمک میکنه به اینکه آسیب پذیری این کشورها بیشتر بشه و بریتانیا کمتر آسیب رو ببینه پس ببینید ما تو یک فرایند اروپایی قرار داریم که خودش دو معلفه داره بعضی از این کشورها تمایل دارن با گفتگو با روسیه قبل از شروع حمله با به اوکراین به یک توافق برسن بعضی از این کشورها تمایل دارن که فضا رو برن به سمت تنش توی فضای تنش جنگ چریکی معلفه دراز مدت کردن جنگ هست اما در این فضا به نظر میرسه اگر ایران در کنار روسیه قرار بگیره و حوزه جنوب از طرف جنوب روسیه میزان تجارت با چین و ایران و کشورهای منطقه غرب آسیا میان شک بگیره آسی پذیر روسیه به شدت کاش پیدا میکنه به شدت ما نیروهای چچنی رو هم داریم که اونجا تجربه خوبی دارن تو جنگ های شهری اما اینکه آیا اساسا ایران وارد این مؤلفه بشه من معتقدم حضور چین در تایوان تا گستره درگیری روسیه در اوکراین که منتج میشه به ارسال سلاح و نیروهای مردمی که اونها به اصطلاح خودشون میخوان بفرستن یا اون تروریست هایی که به اسم نیروهای مردمی به داخل اوکراین این تنش رو میبره به سمت کشورهای دیگه این گستره درگیری باعث میشه که اساسا غرب و شرق مقابل هم سفارایی کنن اینجا یک اتفاق میفته ما تو بخش اوراسیا هستیم و انعکاس این درگیری به منطقه ما هم میاد چه اتفاقی میفته بعضی از کشورهای ما تو حوزه شرق هستن مثل بحرین مثل امارات مثل قطر اما ساختارهاشون کاملا غربیه اگر گستره درگیری زیاد بشه اینجا ما به نظر میرسه که خود ایران هستش که توی این فضا با این تضاد منافعی که شکل میگیره تو زمان درگیری های گسترده ممکنه تو خود منطقه ما شاهد درگیری هایی باشیم که خود ایران هم تو اون فضا قرار بگیره همام اینا بستگی به این داره ولی فکر نمیکنم کنم ایران از لحاظ مستشاری تو بخش اوکراین حضور پیدا کنه به هر حال روسا هم در بخش نیروهای چچنشون و کمی در بخش سوریه تونستن یک مقدار تجربیاتی به دست بیارن یه نکته هم از بخش روانی و اجتماعی روسیه فراموش نکنیم این فضا تو اوکراین هم هست تو جنگ جهانی دوم روسیه 20 میلیون کشته داد یک مثالی دارن یک فرهنگی دارن عنوان میکنن به نیروهای رزمیشون اگر پیش روی کنی ممکنه زنده بمونی اگر برگردی حتما خواهی مرد خیلی از کسانی که تسلیم شده بودن بعد آزاد شدن به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدن که چرا اساسا شما این حقارت تسلیم رو پذیرفتید یعنی این این فضای بود فرهنگی روانی حاکم بر کشورهای شوزه شوروی سابق این فضا رو میطلبه بله. خیلی متشکرم جناب ندیمی و در سال بعدی و سال آخر احساس کنم باشه چون دیگه 25 دقیقه داریم صحبت میکنیم که تا نیم ساعت ببندیمش با امید خدا امروز هیئت روس برای گفتگو با مذا... مذا... مذاکره کنندگان اوکراینی وارد بلاروس شدن ظاهرا قرارداد قرارهایی با هم گذاشتن که به سمت آتش بس برن کالیدورهایی را ایجاد کنن که غیر نظامیان بتونن خارج بشن از اون وضعیت جنگ و بمباران و اخیراً هم قرار شده بیان در ترکیه در یکی از شهرهای ترکیه بشینن صحبت کنن شما نتیجه مذاکرات رو چجوری متصور هستید یعنی آیا این مذاکرات به آتش بس ختم میشه آیا به پایان این مناقشات نزدیک میشیم یا نه این این سوال سوال خیلی خیلی ساده به نظر میاد اما نکات مهمی داخلش هست روسیه میاد با اوکراین صحبت میکنه برای اینکه کریدورهای ایجاد شد تا مردم بتونن خارج شن با توجه به جمعیت اوکراین و نزدیک به یک میلیون نفر عنوان میکنن که اومده به اروپا آیا اروپا میتونه با حجم بالای مهاجرین که حالا از بود رسانه هم به شدت داره یک فضای رو ایجاد میکنه که در واقع اوکراینی ها جز اروپایی های متمدن هستند و از طرف جهان سومی ها مورد حمله قرار گرفتن یک فضای ناسیونالیستی ایجاد میکنن که هم با تعجب گرونی ها و مشکلاتی که به زودی گریبانشون رو خواهد گرفت جلوی اعتراضات رو بگیرن هم بتونن نیروها رو گسیل بدن از سمت اما بعد بعدیش این هستش که این میزان مهاجرین رو اروپا یا توانش رو داره توی وضعیتی که خودش دچار شده در واقع اسکام بده تازه از بود رسانی هم خیلی روی موضوع دادن این دوسیه رو میرسونه یه نکته نکته بعدی گفتگوها در ترکیه هست ببینید اساسا روسیه چرا به اوکراین رفت و مشکلش چیه آقای لاوروف گفت اگر اوکراین تمام شه ما باید مذاکره کنیم تمام این سالها روسیه عنوان کرد که ما ما عقب رفتیم و ناتو اومد جلو و دیگه جایی برای عقب رفتن نیست نگاه کنید از سن تا پایگاه ناتو کمتر از 140 50 کیلومتر این برای روسیه خیلی وحشتناکه از بوده ژئوپلیتیکی انزوای شدید همینطور اتصال روسیه به سمت اروپا از این فضا هست از اوکراین از بلاروس لهستان و اساسا اوکراین نقطه ای بود که میرفت به سمت اینکه پایگاه های آمریکایی و ناتو اونجا شک بگیره حتی عنوان میشد که شاید بره به سمت اتمی شده این البته شاعبه هست نمیشه خیلی محکم بهش پرداخت ولی در کار روسیه چاره ای نداشت یا بعد اوکراینی رو در کنار خودش میداشت که بر اساس معنای جوپولوتیکیش تو حوزه شرق همسوی با روسیه و در کنار اروپا یک بازی میانه انجام بده منافع خوش رو کس کنه اما میبینید که حاکمانشون کاملا برگرفته از حاکمان غرب و سیاست های غربی رفتار میکردن برخلاف منافع ملیشون و روسیه باید به این فضا وارد میشد امروز نه ده سال دیگه این اتفاق میافتاد این فضا فضایی که باید ناتو از اروپا شرقی خارج بشه و این فضا تغییر کنه تا زمانی که این خروج اتفاق نیفته اساساً این این تنش همچنان ادامه داره مگه اینکه اروپا از طریق این فشارهایی که داره بهش وارد میشه تا باوری نداشته باشه و با ببینیم که اتحادیه اروپا میتونه همچنان بدون بریتانیا که خارج شده سرپا بمونه یا نه بله خیلی متشکرم جناب ندیمی در آخر صحبتتون رو تکمیل کنم و میخوام اطلاع رسانی کنم راجع به این موضوع که من فضای مجازی کشورهای شرق اروپا رو چک میکردم و بررسی میکردم که مردم طبق گزارشی که و آماری که وزارت در واقع کشور کشورهای لهستان مجارستان و کشورهای هممرز با اوکراین اومدن صادر کردن و اونا رو بررسی کردیم 40 درصد درخواست ویزا رفته بالاتر یعنی درخواست گذرنامه رفته بالاتر و مردم شرق اروپا به شدت حراسان شدن از این میترسن که یه وقت خدا نکره جنگ به کشورهای اونا کشیده بشه و اصلا یک موضوع و یک شرایط خیلی بدی رو دارن به سر میبرن و از طرفی مخالف تحریم های بیشتر پوتین و خیلی حراسان از این هستن که یه وقت پوتین بخواد حمله هسته ای بکنه آیا تحریم ها پوتین رو خشمین تر میکنه جناب ندیمی ببینید نکته اینجاست که این تحریم ها بیشتر داره به خود اروپا فشار وارد میکنه این این فشار هم شما ببینید روز یازدهم جنگ هستیم یا بله روز یازدهم جنگ باید باشیم دوازدهم بله دوازدهم جنگ هستیم این زمان زیادی نیست و اگر این فضا یک ماه امتداد پیدا کنه چه شرایطی الان گاز هر هزار متر مکعب به بالای سه هزار دلار است گازی که 270 دلار می‌خریدن بله واقعا چه رشد اصلا این این رشد خیلی زیاده برای اروپایی که حالا ما توی اون محاسباتی که داشتیم و رسدی که می‌کردیم یک موج سرمایه بسیار قوی هم به زودی به اروپا خواهد رسید این فضا فضایی که من برمیگردم به صحبت های کسینجر یه نکته راجع به چین گفت خیلی برای من زیباست عنوان که دو تا موضوع باعث شد ما بریم به سمت چین یک سیاست مداران باهوش دو میزان تاباوری مردمان چین تاباوری زیادی داشتن باید ببینیم این تاباوری مردمان اروپا تا چه میزان هست این فشار فشار سنگینی هست آیا مردمان اروپا که اون ساختارهای دموکراسی گونه غرب روش کردن و اساسا اون رو یک مزیت میدونستن در فضای کنی میتونن اون تابا رو داشته باشن اخوشونشون بدن اگر این اتفاق نیفته ما شاهد تصمیمات دیگه از سمت حاکمین خواهیم بود که در واقع این تحریم ها رو یک به یک خودشون به اصلا منافع ملیشون کاهش بدن یا همسوی با روسیه بشن برای گفتگوها بله پیش بینی من از تاباوری مردم اروپا اینه که به نظرم فکر نکنم پیش در واقع تاباوری زیادی بتونن انجام بدن و به مانند مردم مقاوم ایران نیستن مردم بله. و واقعا یک کشور اروپایی به مانند اتریشو شما اگه تحریم سیاسی نه تحریم اقتصادی فقط تحریم سیاسی کنید دولت و مردم اون کشور میمیرن همشون و درود بله. باید بفرستیم به همه مردم غیرتمند کشورمون که مقاومت حداکثری رو انجام دادن در مقابل فشار حد اکثری. خیلی سپاسگزارم جناب ندیبی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و به این گفتگو تشریف آوردید امیدوارم که این گفتگوها ادامه دار باشه بتونیم بیشتر از علم شما استفاده کنیم و بهره ببریم خیلی سپاسگزارم اگه برای در واقع صحبت آخر سخنی دارید بفرمایید که برنامه رو ببندیم درود بر شما و بینندگان عزیزتون سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید و شنیدید خیلی سپاس گذارم از همتون تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم خدا رو و نگهدارتون باشه